تمسخر شدید الکسیس ایران، بانو بهار رهنما و اعتماد به نفس این بانوی کهنه‌کار سینمای ایران. عزیزم برای من می‌نویسه پیرزن، من اصلا ناراحت نمیشم، چون من برای از اون پیرزنایی‌ام که خیلی پیرزن دوست داشتنی میشم هرچی پیرتر شم. زندانیم زندانیه دستان روزگار. ماجرای کشف حجاب همسر مهدی قائدی بازیکن استقلال. صحبت‌های جدید بدل ایرانی آنجلینا جولی که گفته اصلاً علاقه‌ای به دیدن آنجلینا ندارم. بله، ایشون اومده بودن برای رونمایی از عطرشون و من نرفتم حتی ایشونو ببینم. و همچنین آزادی توماج صالحی، رپری که به تازگی دستگیر شده بود. من اونجا که بودم فکر نمی که اصلا اینجوری تصور میکردم که اصلا الان کی به یاد توه، ولی بعد که اومدم بیرون و متوجه شدم ممنونم ازتون. سلام به یکی دیگه از ویدیوهای کانال پارس فکت، خوش اومدید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. خب همونطور که میدونید بانو بهار رهنما یکی از بازیگرای قدیمیه که دیگه الان پا به سن گذاشته و همیشه خیلی اونو با بانوی باوقار الکسیس تگزاس اشتباه میگرفتن. تا جایی که یه بار بنده خدا عموجانی فکر کرده بود الکسیس ایرانه و قرار بود بیاد اینجا که زود فهمید و سوار هواپیما نشد. و اما حالا این بانوی خسته تو لایو بود که یکی از مخاطبا بهش گفت چطوری پیرزن؟ و اونجا بود که بانو بهاره قاطی کرد و گفت عزیزم برای من می‌نویسی پیرزن، من اصلا ناراحت نمیشم، چون من برای از اون پیرزنایی‌ام که خیلی پیرزن دوست داشتنی میشم هرچی پیرتر شم. آدم یه زن به تنهایی عاقله، شما وقتی پیشوند پیر رو بهش اضافه میکنی یعنی زن فرزانه و قطعا من پیرزن بسیار جذابی هستم. خب بله، گویا ایشون خودشونو خیلی جذاب میدونن که خب حتما این برداشتو از دایرکتایی کردن که وقتی مردم اونو با الکسیس اشتباه میگرفتن میفرستادن. خلاصه بگذریم، بنده خدا رو اذیت نکنید، گناه داره، بیا اینو بخور. و اما از اون طرف مهدی قائدی که رفته دبی، به تازگی یه فیلم ازش منتشر شده به همراه خانومش که کلی حاشیه به راه انداخت. البته این فیلمو همسر مهدی قائدی منتشر کرد که گویا کشف حجاب کرده. Hello. بله، بعد از این فیلم بود که خیلی از رسانه‌ها خبر منتشر کردن که کشف حجاب همسر قائدی. خب همونطور که میدونید این جریانات توی ایران هنوز مهمه و امکانش هست که مسئولین فوتبال به مهدی تذکر بدن. یکیشو. اما از اون طرف هم توماج صالحی که این روزا خیلی معروف شده یه فیلم از خودش منتشر کرد و گفت که آزاد شده و فکرش رو هم نمی کرده که مردم اینقدر به یادش باشن و ازش حمایت کنن. بچه ها سلام، خیلی مخلصم. یه ویدیو فقط میخواستم بگیرم که چقدرم یافم ناجوره، ریشم بلند شده. فقط میخواستم تشکر کنم از همه تون که چقدر صدای من بودین. من اونجا که بودم فکر نمی که اصلا اینجوری تصور میکردم که اصلا الان کی به یاد توه، ولی بعد که اومدم بیرون و متوجه شدم ممنونم ازتون. یه تشکر میخواستم از همه بکنم و اینکه بگم آزاد شدم امروز به قید وسیله، امروز که امشب تا ببینیم چی میشه دیگه. دیگه چی میخواستم بگم؟ همین فعلا. من گوشیم نکندم عین دستگیری، خودم نکشکندم، خودم شکندم و حالا بعدا یه گوشی میگیرم. بله همونطور که خودش گفت گویا با وثیقه از زندان آزاد شده و باید منتظر باشه ببینه دادگاه چه مجازاتی براش در نظر میگیره که احتمالاً حبس باشه، که امیدواریم این اتفاق نیفته.
و اما یکی دیگه از حاشیه‌های چند روز اخیر صحبت‌های بدل ایرانی آنجلینا جولی بود که گفته من هیچ علاقه‌ای به دیدن آنجلینا ندارم و بنده خدا کلاً یه جوری صحبت می‌کنه که انگار ایشون آنجلیناست و اون بدلشه. جالب اینه که کلی از مسائل زندگی آنجلینا رو کپی کرده، بعد میگه به آنجلینا نگاهم نمی‌کنم. خب خانم محترم، حالا دیگه تکذیب کردن این جریانا سودی برات نداره که، چه کاری خب؟ خب همه که علمشو ندارن، نمیدونن که حالا شاید یکی واقعا به طور تصادفی شبیه کسی باشه، حالا یه شباهتی داشته باشه، من که خود اون آدم نیستم، ولی واقعا ننویسن بدل آنجل. چه بدلی؟ ایشون داره زندگی خودشو میکنه، منم دارم زندگی خودمو میکنم، فعالیت هنری خودمو دارم، اصلا هیچ فعالیت هم ندارم، دارم زندگی خودمو واقعا میکنم، یه زندگی عادی و معمولی مثل همه، فقط یه شباهتی هست. خب اگه اینجوری بود من رفتم فرانسه 3 سال پیش، من جنوب فرانسه بودم، ایشون پاریس بودن، من گفتن که دوست دارم، من گفت میخوای ببرمت پاریس ایشونو ببینی، گفتم شاید ایشون دوست نداره اصلا منو ببینه. بله ایشون اومده بودن برای رونمایی از عطرشون و من نرفتم حتی ایشونو ببینم، دارم کار خودمو میکنم، اصلا زندگیم خیلی فرق داره. فرزند خونده دارن یا نه؟ اصلا بگی در خصوص شما اینجا. بله من 2 تا فرزند خونده دارم. خب پس دیگه آقا دارید، یکیشون دختره یکیشون پسره که جفتشون هم معمولا. خب پس یه جورایی شما دارید همون لایف استایل خودتون رو پیش میبرید، یه شباهت هم وجود داره با هم خانم سوپر استار هالیوودی. الان کامنت هایی که میگیرم مردم شاید اولش با یه جبهه میومدن تو پیج من، بعد که میبینن نه من دارم زندگی خودم رو میکنم، کار خودم رو میکنم، اصلا سبکم یه چیز دیگه است، بیشتر منو دوست دارم، و جدیدن میبینم مینویسن که ما تو رو دوست داریم نه به خاطر شباهتت، به خاطر خودت، چون به نظرم با یه تصویر با یه مصاحبه تو نمیتونی کسی رو قضاوت کنی. تو سایت های خارج از کشور خیلی قشنگ میزنن یه شباهت باور نکردنی، لینکاش هم هست، خب من تو پیجم گذاشتم، ولی اینجا می نویسن و همینم باعث تحریک مردم میشه. اینو حتما پخش کنین. وقتی که من سر خاک شهدا میرم هم اینوری به من حرف میزنن هم اونوری به من حرف میزنن، یعنی هم کسایی که خیلی مذهبی ان هم کسایی که هیچ اعتقادی اصلا ندارن. خب من پدرم جانباز شیمیایی هست. بله پدرم 60% جانباز شیمیایی هستش. بله اینم از صحبتای ایشون که یکم دیگه ادامه میداد میگفت که آنجلینا بدل منه. خلاصه اینم از ویدیوی امشب که امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. حالا نظر شما در مورد صحبتای بدل آنجلینا و صحبتای الکسیس ایران و آزادی توماج چیه؟ به نظرتون الکسیس قوی تره یا بهاره؟ حتما نظرتون رو در قسمت کامنت بنویسید و لایک و ساب یادتون نره. خلاصه اینم از ویدیوی امشب. اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک و بکوبید و سابسکرایب یادتون نره و نظر خودتون رو توی کامنت ها بنویسید که همه رو میخونم و تا جایی هم که بشه جواب میدم. پس تا ویدیوی بعدی بدرود.